سلام دوستان به کانال دایچ میتسمی خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم با همدیگه یه سری افعال مهم و کاربردی آلمانی یاد بگیریم همراه با مثال پس با من همراه باشید فعل اولمون هستش ایمپلیزیرن 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 یعنی در گرفتن یا اینکه شامل شدن مثلا زینه آساگه ایمپلیزیرته dass er mehr wusste als er preisgab. Seine Aussage implizierte, dass er mehr wusste als er preisgab. gab. Aussage Janni Es Horrat implizierend wir گفت ihm darüber گرفتen یا اینکه شامل شدن. پس چی میشه میشه اسهارات او شامل این می شدن شامل چ, dass er mehr wusste que du بیشتر میunest, als er Preis gab. از اون چیزی که افشا کرد. پرایس گیبن یعنی افشا کردن. اینجا هر سه فعلمون در حالت پرتریتوم هستن کلا جملهمون برای زمان گذشته نوشته شده ایمپلیزیرن شده ایمپلیزیرت ویسن شده ووست و پرایس گیبن شده اینجا پرایس گاب در واقع ولی پرایس گیبن فعل جدا شدنیه بنابراین اینجا چون که جمله آخرمون الان جمله نیبن فیل رفته آخر جمله و قسمت جدا شدنی فیل و خود قسمت اصلی فیل به همدیگه چسبیده موندن ولی اگر مثلا این جمله همونه جمله ساده اصلی بود گاب میرفت جایگاه دوم جمله و پرایس میرفت آخر جمله در واقع پس پرتریتوم پرایس گیبن میشه گاب پرایس چقدر توضیح دادم اصلا فعل اصلیمون این نبود فعلمون داریم اینجا راجع به صحبت میکنیم گفتم ایمپلیزیرن یعنی شامل شدن پس زنه اوساگه ایمپلیزیرته داس ار مئر ووسته از ار پرایس گاب یعنی اظهارات او شامل این میشدن که او بیشتر از اون چیزی که میدونست برعکس بیشتر از اون چیزی که افشا کرد میدونست میتونستیم این جمله رو آمیانه ترم بگیم اظهارات او به این معنی بود که خب این از این یه مثال دیگه هم براتون دارم زین انتفورت امپلیسیت این اون اوبرهوربار دروگ زین انتفورت امپلیسیت این اون اوبرهوربار دروگ یعنی یک چیزی رو که نمیشه ناش... ناشنیده گرفت ام... یعنی نمیشه هر کاری هم بکنی نمیتونی ام... انکارش کنی هر کاری هم بکنی نمیتونی مثلا خودتو به اون را بزنی که نشنیدیش اون ایبا هوا با. دونگ یعنی تهدید انتوات هم که میدونید یعنی اینکه که جواب دیگه پس جواب او یا اینکه پاسخ او شامل یک تهدید غیر قابل،, قابل, انکار بود یک تهدیدی که کاملا واضح بود که وجود داره یعنی نمیتونستی خودتو به نشنیدن بزنی نمیتونی مجب یعنی آره دیگه اون یبه هوا اتواس یعنی اینکه یک چیزی رو نشنیده گرفتن یک چیزی رو حالا یا اینکه آدم میتونه واقعا یک چیزی رو یبه کنه که واقعا نشنوتش یعنی یک کلمه رو توی یک جمله نشنیده باشه یا اینکه خودشو به اون راه بزنه و نشنوه یعنی خودشو به نشنیدن بزنه و اینجا میگیم یک چیزیه که اصلا نمیشد دادم خودشو به نشنیدن بزنه یک تهدیدی بود که اون با با بود پس seine antwort implizierte این اون drohung ای درونگ یعنی اینکه پاسخ او شامل یک تهدید غیر قابل انکار بود خب این از فعل بریم با هم فعل بعدیمون رو ببینیم فعل بعدیمون هستش انهاین 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 یعنی در خدمت گرفتن مثلا دس اونترنمن ویرد نکست واخ نای میتآربیتر انهاین دس اونترنمن ویرد نکست واخ نای میتآربیتر انهاین یعنی شرکت در هفته آینده کارکنان جدیدی رو به کار خواهد پذیرفت در خدمت خواهد گرفت در واقع کارکنان جدید رو برای به عنوان کارمند میخواد بگیره پس دست اونتنیمن ویاد نیکست واخه نای میت آویتا انهایان میت یعنی کارمند دیگه و اینجا ساختار جملمون فوتوه یک ویاد انهاین یک چیزی که در آینده قرار اتفاق بیفته خواهد پذیرفت نه؟ خب و فعل بعدیمون فعل بعدیمون هستش میس اختن میس یعنی نادیده گرفتن یا یعنی اینکه نقص کردن مثلا اس است ویختیگ دی فرکیرس ریگلن نیشت تو میس اختن اوم اونفله تو فرمایدن ist wichtig die verkehrsren nicht zu missachten این یعنی چی؟ یعنی مهمه که قوانین راهنمایی رانندگی رو نادیده نگیریم حالا چرا اون اونfälle zu vermeiden تا از وقوع هوادست جلوگیری کنیم پس مهمه که قوانین راهنمایی رانندگی رو نادیده نگیریم تا از وقوع حوادث جلوگیری کنیم یعنی اون فال میشه تصادف که تصادف نشه در واقع جلوگیری کردن از ت... برای جلوگیری کردن از تصادف پس اس است ویکتیگ دی فرکیرس ریگلن نیت زو میس اختن اوم اونفله زو فرمایدن بعدیمون هستش دوش شاون, دوش شاون یعنی معنی های مختلفی داره میتونه واقعا به معنی این باشه که آدم از مابن یک لولهی مثلا نگاه کنه ولی دوی همینطور میتونه به معنی این باشه که دست کسی رو خوندن مثلا زی konnte دی wahren ابزیختن ایرس Freundes durchschauen, obwohl اوبول ایرس تو verbergen فرزوخته زی konnte, دیوار ابزیشتن این یعنی چی یعنی او تونست نیت واقعی دوستش رو بررسی کنه این بررسی کردن به این معنیه که دست دوستش رو در واقع خوند یعنی آره دیگه معنی بهترش بهتر از بررسی کردن در واقع دست کسی رو خوندنه که گفتیم اول حالا در, در ادامه میگه که اوبول ایا اس تو فبرگن هر چند که او سعی کرد با وجود که با وجود اینکه او سعی کرد این رو پنهان کنه یعنی در واقع دوسته دوستی که مردم هست دیف خویند دس از اینجا جنیتیو داریم با اینکه پس اون دوست مردش سعی کرد که نیتش رو پنهان کنه او اوی معنیس تونست نیت واقعیش رو بفهمه دسته اون دوستش رو خوند زی کانت دی واقن ابزیختن ایرس فرویندس دو گای وقتا هم میگیم ایخ هابه دیش دو شاوت ایخ هابه دیش دوش شاوت ام این یعنی که من دستتو تو خوندم به یه کسی میگیم که فهمیدیم نیتش چیه طرف یعنی دستتو تو خوندم آره معنی خوبیه براش فعل بعدیمون هستش فگین 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 یعنی سپری شدن یا اینکه وقتی که خلاف خلاف آدم میکنه یک فگین اتفاق میفته خلاف کردن یعنی مثلا دی سایت فگیت شنل دی سایت فگیت شنل یعنی وقت خیلی سریع میگذره وقت خیلی سریع سپری میشه دی سایت فگیت شنل ون من شپاس هات زمان خیلی سریع میگذره وقتی که آدم بهش خوش میگذره دی سایت فگیت شنل ون من شپاس هات فگین رو میتونیم برای کور شدن اشتها هم استفاده کنیم اشتها میدونید یعنی میشه اپتیت دیا اپتیت دیا اپتیت میشه اشتها و میخوایم بگیم که اشتهام کور شد حالا به هر دلیلی حالا چون که یکی مثلا بغلم بینیش رو بلند <applause> پاک کرد میخوایم بگیم اشتهام کور شد میتونیم بگیم دیا اپتیت ist mir vergangen. Der Appetit ist mir vergangen. Ich denke, mir ist der Appetit vergangen. ist der Viele Badimon entlarven, entlarven, entlarven. Jäni die Untersuchung konnte die wahren Motive des Verdächtigen entlarven. دی انترزوخونگ کنته دیوار موتیو دس فردشتیگن انتلاون یعنی تحقیقات انترزوخونگ یعنی تحقیقات تونست نیت واقعی مظنون رو فاش کنه الان مظنون میشه منون مزنون بهنظرم <تصحیح> بر این کلمات سخت اااواوم بزار نمیدارم این کلمه چه جوری خونده میشه از اون. دی اونتزوخونگ کانت دی موتیو دس فدهتیگن پس انتلاون میشه فاش کردن موتیو اینجا به معنی نیت هست ولی موتیو معنی های دیگری هم میتونه داشته باشه فعل بعدیمون هستش توگن 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 یعنی تردید کردن یا تعلل کردن یا مردد بودن مثلا er sollte nicht zögern seine Meinung zu äußern wenn er Bedenken hat er sollte nicht zögern seine Meinung zu äußern یعنی اون نباید مردد باشه که نظر خودش رو اعلام کنه حالا okay. wenn er Bedenken hat وقتی که یعنی که اگر او شک داره پس او نباید مردد باشه که نظر خودش رو اعلام کنه اگر شک داره. Er sollte nicht zögern, seine Meinung zu äußern, wenn er Bedenken hat. Fehlerbadimon dich verweigern. Verweigern. Verweigern ja يعني امتنا کردن یا اینکه رد کردن چیزی. مثلاً der Laden kann das Rückgaberecht verweigern, wenn das Produkt benutzt wurde. Passt kann das Rückgaberecht verweigern, wenn das Produkt benutzt wurde. Jani chi, Jani Furushgah mitune um, Rückgaberecht, bei unn Haqi migan, ke schama, Haqi pastadan e tschizi ro migan. Mitune unn Haqi pastadan ro rat kone, wenn das Produkt benutzt wurde. اگر که اون محصول اون کالا استفاده شده باشه پس فروشگاه میتونه حق پس دادن رو رد کنه اگر که اون محصول استفاده شده باشه the Laden kann das Rückgaberecht verweigern wenn das Produkt benutzt wurde das Produkt کالا یا اینکه محصول حق گابره که گفتم یا مثلا شیابن میر داس ویزوم فریغات. شیابن میر داس ویزوم فریغات. یعنی اونها ویزای ویزا رو رد کردن ویزای من رو ویزا من رو رد کردن در واقع من ویزا ندادن. شیابن میر داس ویزوم فریغات. فعلا بعدی من هستش زیمولیرن زیمولیغن. زیمولیغن یعنی وانمود کردن یا اینکه که شبیه سازی کردن حالا این زیمولیغن میتونه توی خیلی از شغل استفاده بشه اصلا خود این کلمه ولی توی روزمره خیلی استفاده میشه برای وانمود کردن مریضی مثلا کافشمیت زیمولیغن یعنی علکی آدم یه جوری رفتار کنه که انگاری که سردرد داره وانمود کنه که سردرد داره یا مثلا خیلی وقتا میشه که به یه نفر آدم میتونه بگه تو بیست داخت گر نیخت تو تو که اصلا مریض نیستی هر اوف تو زیمولیغن این, وانمود کردن رو بس کن الکی اینجوری رفتار نکن که انگار مثلا مریضی واقعا آره خیلی خیلی برای مریضی میاد یعنی که مثلا شما حالا کافش مرزن سیمولیراين، هالز این درد ها رو آدم میتونه وانمود کنه که انگار درد داره یا خود مریضی رو فعل بعدیمون هستش beeinträchtigen. beeinträchtigen. beeinträchtigen یعنی مختل کردن یا اینکه تاثیر منفی گذاشتن. Masalan der Mangel an Schlaf kann die kognitive Funktion des Gehirns beeinträchtigen. Der Mangel an Schlaf kann die kognitive Funktion des Gehirns beeinträchtigen. chi, der Mangel an Schlaf yanibude Mangel der Mangel an Schlaf yanide. کن میتونه دی کاگنیتیو فونکسیون عملکرد شناختی حالا عملکرد شناختی چی رو دی کاگنیتیو فونکسیون دس گهیانس دس گهیانس اینجا جنتیو عملکرد شناختی مغز رو به این تحت تاثیر قرار بده ولی اینجا تاثیر منفی بذاره روش پس کم بوده خواب میتونه عملکرد شناختی مغز رو روش تاثیر منفی بذاره در منگل ان شلاف کن دی کاغنیتیو فونکسیون دس به این فعل فیل بعدیمون هستش فزایمن 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 یعنی از دست دادن یعنی اینکه غفلت کردن مثلا ایخ هابه فزایمت مینن فرویند ام فلوکافن abzuholen. Ich habe versäumt, meinen Freund am Flughafen abzuholen. Ja, niemand فراموش کردم که دوستم رو از فرودگاه وردارمش. برم دنبالش در واقع. آدم همینطور میتونه یک وقت قرار مهم رو از دست بده. مثلا میتونیم بگیم ich habe einen wichtigen Termin versäumt. Ich habe einen wichtigen Termin versäumt يعني من یک وقت قراره خیلی مهم رو يعني یعنی مهم رو خیلی نداره قبلش از دست دادم همینطور آدم میتونه یک فرصت خوب رو از دست بده ich habe eine gute gelegenheit versäumt ich habe eine Gute Gelegenheit versäumt Gelegenheit, eine Vorsatz, eine gute Gelegenheit, die Vorsatz, Hubro versäumen. Aber ja, sagst du dann war Fehler auch Harem und auch hast es seufzen, 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 ja, auch Beim Lesen eines traurigen Romans konnte sie nicht anders als tief. zu الان این جمله خب خیلی روزمره نیست. روزمره خود جمله ساده تر و کمتر طولانی استفاده میشه تا جایی حالا من فکر میکنم اینجوری. ولی خب این جمله قشنگه بر نوشتن. Beim Lesen beim Lesen eines traurigen Romans konnte sie nicht anders als tief پس چی میگیم؟ beim lesen beim lesen در حین خوندن خوندن چی eines تراوریگن رومانس بازم اینجا ما جنتیف داریم در حین خوندن یک رمان ناراحت کننده یک رمان غمگین کانته زی نیخت اندرس وقتی میگیم زی کن نیخت اندرس ایخ کن نیخت اندرس نیخت اندرس کنن یعنی هیچ کار دیگری از دست دادن بر نمیاد نیخت کنن کار دیگری از دست بر نیومدن زی کانته نیخت اندرس او کار دیگری از دستش بر نمی اومد. جز چی از تیف تو زایفتن جز یک آه عمیق کشیدن جز اینکه یک آه عمیق بکشه پس چی شد beim Lesen eines traurigen رومانس کانت زی از تیف تو زایفتن هنگام خوندن یک رمان غمگین او هیچ کار دیگری از دستش بر نمیومد جز آه عمیق کشیدن اینها بودن افعال این ویدیو امیدوارم که این افعال به دردتون بخورن افعالی هستن که واقعا خیلی کار بردید. حالا اون ایمپلیتیقن اول بر نوشتن خیلی بیشتر به کار میاد تا برای صحبت امیدوارم که میگم این افعال به دردتون بخورن مثل همیشه ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین امیدوارم که موفق باشین تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه